وقتی چند تا آدم ناکاربلد تصمیم میگیرن یه دستگاهی که از مجرای غیرقانونی یعنی به صورت قاچاق وارد کشور میشه رو بهش مجوز بدن تا شما ازش استفاده بکنید، نتیجهش میشه همین پلاک کردن درون. تو این ویدیو قراره بهتون نشون بدم که چجوری میتونید درون خودتون رو اصطلاحا پلاک بکنید، یعنی رجیسترش بکنید، ثبتش بکنید، چون یکی از الزامات قانونیش هستش. مسعود اینجاست و این چنل بی پرو. به توصیه میکنم اگر این اولین ویدیویی که داری از چنل من میبینی یعنی بی پرو، این چنل رو سابسکرایب داشته باش، چون ویدیوهایی که داخلش هست حتما به دردت میخوره. این یه درونه، حالا مدل و برند و ایناش خیلی اهمیتی نداره. همه دوستایی که درون دارید میدونید که حالا مصارفی که میشه از درون داشت چجوریه. این وسیله کاملا پروازیه، ما بهش میگیم درون. اونایی که ساختنش هم بهش میگن درون. اسمش الهام گرفته از زنبور کارگر نره توی کلونی زنبور هاست، ولی تو سیستم دربوداغون ما بهش میگن پهپاد. بعد من یه مدت هی فکر میکردم که این پهپاده، بعد رفتم دیدم نه پهپاده، بس من نفهمیدم که چرا این اسم روی این گذاشتن، هی دنبال کلمه های مشابهش میگشتم تا اینکه توی همین سامانه ثبت پهپاد متوجه شدم که با پ نوشته میشه، پهپاده، و در واقع یه ابریویشنی، یه اختصاری از اسم پرنده هدایت پذیر از راه دوره، از اونجایی که دوستان همیشه دوست دارن از کلمات خیلی مخوف استفاده بکنن، اسمش رو گذاشتن پهپاد. توی سامانه هوافضا میتونید برید و رجیسترش بکنید. پای لپتاپ هم بهتون نشون میدم که چجوری میتونید این کار رو انجام بدید. اینم بهتون بگم، یه شایعاتی شنیدم، نمیدونم، ولی این شایعات رو شنیدم که تا آخر شهریور، یعنی شهریور امسال 1402، دیگه درون ها رو پلاک نمی کنن. یعنی بهشون میگن تا اون موقع اگه درون تو پلاک کردی کردی، بعد از اون دیگه استفاده میتونی بکنی به صورت غیرقانونی. حالا قبل از اینکه بریم سراغ سایتشون و ببینیم که چطوری باید درونمون رو رجیستر بکنیم، اینو بهتون بگم که اصلا ما چرا باید درونمون رو رجیستر بکنیم. یه سری محدودیت های پروازی وجود داره که شما متعهد میشید در اون مناطق پرواز نکنی، و با ثبت نام درونه داره این اجازه رو میدی که اگر این مناطق ممنوعه رو، مناطق پرواز ممنوع رو نقض کردی، این که درون شما رو از کنترل خارج بکنن، که تا حالا کی دیده که اینا میتونن درون از کنترل خارج بکنن، یا اینکه مثلا درون شما رو سرنگون بکنن، دیگه تعهدش با خودته، چون تو شما اینجا یک بار برای پلاک گرفتن برای درون تعهد دادی که مناطق پرواز ممنوع رو نقض نکنی. بنابراین یکی از الزاماتش این هستش که گفتم بهتون بگم. مورد دومش در واقع دیتا، اطلاعات که بدونن که خب چه افرادی درون دارن و درون رو پرواز میدن. اینکه بخوایم درونمون رو ثبت بکنیم، پلاک بکنیم، کاملا در اختیار خودمونه. ببین اینکه اگه درونت رو ازت بگیرن و ببینن که درونت پلاک داره و ببینن این درونش پلاک داره، اوکی بچه ها بی خیال شین، داداش بفرمایید ببخشید درونت رو ازت گرفتیم، این خدمت شما. اصلا همچین چیزی وجود نداره. خب این پلاک کردن درون در واقع یک رویه‌ایه که از شما تعهد بگیرن، و دوم اینکه بانک اطلاعاتشون رو کامل بکنن که این افراد درون دارن. اگر تونستن مدل درون رو شناسایی بکنن، بدونن که خب اوکی چه افرادی این مدل درون رو معرفی کردن، پس بریم سراغ اونا. خب موردش اینه، اینکه شما بخوای درونت رو پلاک بکنی یا پلاک نکنی کاملا در اختیار خودته. میتونی درونت رو پلاک نکنی. این درون برای یکی دوستان من هستش که حالا خیلی اصرار داشتش که درونش رو پلاک بکنه، من این کار دارم برش انجام میدم، ولی من خودم پیشنهاد میکنم که درونتون رو پلاک نکنید. من درون خودم رو هم پلاک نمی کنم هیچ وقت. و برای چی باید من اطلاعات بدم که درون دارم؟ مگه اصلا این کالای خیلی قانونیه؟ مگه اینجوری الان مگه مثلا مگه برام یه درون بخوام بخرم به من فاکتور رسمی میدن؟
نه اصلا همچه چیزی وجود نداره. مگه واسه کالای قاچاق کسی به شما فاکتور رسمی میده؟ بنابراین حواستون باشه، اینو بدونید، این که من دارم این آموزش رو میذارم و این که میگم این یک الزام قانونیه، همش در اختیار خودتونه. میتونید درونتون رو پلاک کنید و یا نکنید. حالا بریم سراغ لپتاپ من، اونجا بهتون نشون بدم که چجوری میتونید درونتون رو پلاک بکنید. یه سری گیروگور هم داره، من اونا رو تونستم برطرفشون بکنم واسه سرزش سر در بیارم، چون خیلی سایتشون سایت خنده داریه. بریم سراغ لپتاپ من. خب بچه ها، این سایت سازمان هوایی کشوره، حالا نمیدونم سایت اصلیشه یا حالا سایت های زیر مجموعش هستش، منتها مربوط میشه به سامانه پرنده هدایت پذیر از راه دور. خب این لینکشه، توی کپشن براتون میذارم، اگر خواستید سرچ بکنید یه پلاک پهپاد سرچ بکنید، اولین لینکی که واسهتون میاد از cao.ir، میتونید پهپادتون رو ثبت بکنید. یک سری توضیحات این پایین نوشته شده که حالا اومده پهپادها رو رده بندی کرده، درون‌ها رو رده بندی کرده همونطوری که می‌بینید، و یک سری الزامات گذاشته که شما باید اینا رو داشته باشید برای افراد حقیقی، یعنی یه نفر که در واقع مالک کاربر درون هستش، یک سری اسناد هویتی رو باید آپلود بکنه به اضافه مدارک درون رو. عرضم به حضورتون که حالا اینجا هم نوشته که ثبت پلاک خود اظهاری. وقتی که شما بخواید ثبت بکنید، از این قسمت ورود به سیستم میزنید، یه ورود سیستم براتون میادش. حالا کد ملی، شناسه ملیتون رو، حالا اگه شرکت هستید شناسه ملی، اگه شخص هست شخص حقیقی هستش، کد ملیشو میزنه و گذر واژه. هیچ جایی هم وجود نداره که شما به غیر از ورود بتونی ثبت نام بکنی، هیچ راهی. حالا و تنها راه ثبت نام رو گذاشته ورود به درگاه ملی دولت هوشمند. ما دوباره از شما میپرسه که شخص حقیقی هستید یا حقوقی. من شخص حقیقی رو میزنم. شما اینجا باید شماره تلفن همراهی که با کد ملی خودتون خریداری کردید رو وارد کنید. یه رمز به موبایلتون ارسال میشه که میبایست اون رمز رو وارد کنید. خب به واسطه که من توی حالا درگاه دولت هوشمند وارد شدم، اینجا من رو وارد سامانه پهپاد کرد. اسم سامانهش هم گذاشتن سامانه پهپاد. اطلاعات شخصی من رو داره میاره که حالا من برای اینکه این درون رو برای اون دوستمون ثبت نام بکنم، با کد ملی خودش و با شماره موبایل خودش وارد شدم. سه تا مرحله قبل از اینکه به این مرحله برسید وجود داره که توی اون سه تا استپ که الان دارید عکسشو میبینید، الان این استپ اول هستش که میبینید، شما ابتداعاً باید استانتون رو انتخاب بکنید، یه شماره تلفن ثابت به اضافه آدرس و آدرس ایمیلتون. میرید استپ بعدی. تو استپ بعدی یه وریفیکیشن کد دوباره به موبایلتون میاد، وریفیکیشن کد رو وارد میکنید، و تو استپ سوم یه قسمتی داره به صورت تعهدنامه که من این تعهدنامه رو دانلود هم کردم، ببینم کجا میتونم براتون بذارم، حتما بارگذاری میکنم که بتونید ببینید و اگه دوست داشتید برید بخونید، که حالا تیکش رو میزنید که قواعد و قوانین رو میپذیرید و در نهایت ثبت رو میزنید. و دوباره میایم به این قسمت. این دیگه محیط کاربری من توی سامانه پهپاد هاست که میبایست اطلاعات شخصی خودم رو وارد کنم، حالا کارت ملی و شناسنامه و عکس پرسونلی و یه سری داستان و یه سری موضوعات خنددار مثل اسکن صفحه ازدواج شناسنامه. اسکن صفحه ازدواج شناسنامه من چه به درد سامانه پهپاد میخوره واقعا جالبه. یعنی که مثلا توی این اپلیکیشن اینجا وضعیت تأهل رو مثلا گذاشته که شما مجردید یا متأهل، خیلی داستانه. مثلا وضعیت خدمت شما به چه صورته. این که بهتون گفتم که در مورد پلاک صحبت کردیم، اینم بهتون بگم که متقاضی محترم لطفاً آدرس و کد پستی خود را جهت ارسال پلاک و سند مالکیت با جزئیات به صورت کامل وارد نمایید.
و سند مالکیت. یعنی چی؟ یعنی تو داری چیزی که مال خودم رو بهش سند مالکیت میدی؟ و تو اصلا کجا میتونی من اینو خریدم؟ مثلا تو شاید نمیدونم اینو کسی به من داده یا اصلا من اینو پیداش کردم و قبلا هم پلاک نشده الان اومدم دارم پلاکش میدم. من نمیفهمم مثلا فودی بدفاز بازی ها دقیقا برای چیه. بریم جلوتر. اینجا شما لیست پهپاد هاتون رو میتونید ببینید که آقا مثلا پلاک پهپادتون رو پلاک بکنید با زدن این پلاسی که این بالا هست. که پلاس رو میزنید اینجا اون صفحه‌ایه که میتونید پهپادتون تعریف کنید. میتونید یه کلمه پهپاد تعریف بکنید. یعنی یه نفر 4 تا پهپاد داشته باشه که بخواد هر 4 تاشو پلاک بکنه، اینجا میتونه اون دکمه مثبت رو بزنه و هی پهپاد جدید رو اضافه بکنه. حالا وقتی به اپلیکیشنش نگاه بکنید میبینید که وضعیت اینجوریه که مثلا اول میگه نحوه تهیه پهپاد چی بوده. پهپادی که خودش از یک مجرای غیرقانونی یعنی قاچاق داره وارد کشور میشه و هیچ گمرکی طرف وارد کننده پرداخت نمی کنه، به این صورته که خرید از مرکز مجاز. میشه توضیح بدید که دقیقاً مرکز مجاز خرید پهپاد کجاست که من بتونم برم ازش یه پهپاد بخرم و اون به من فاکتور رسمی بده؟ آخه بابا دیگه طرف مفت هم دیگه یه حد و اندازه و چارچوبی داره دیگه. خرید از شخص، اوکی من اینو از یه شخصی خریدم. نمیدونم واردات، نوجه واردات همراه با مسافر. الان اگه یه مسافر بخواد یه پهپاد بیاره داخل، شما میذارید بیاره؟ یعنی نمیدونم اصلا اینا نمیدونن با خودشون دقیقا چند چندن. حالا نام شرکت سازنده پهپاد، این شرکت های سازنده پهپاد هستن و مدل پهپادتون رو توی در واقع لیست برند شیائومی میتونید انتخاب بکنید که یه لیست بلند بالایی داره که حالا باید بگردید مدل لپتاپتون رو انتخاب بکنید. کلاس وزنیش رو به 4 دسته تقسیم کردن. تو اون صفحه اول هم دیدیم که حالا این پهپادی که دست من بودش بین 250 تا 900 گرم. وقتی مدلش رو بچه‌ها اینجا انتخاب کنید خیلی از فیلدا پر میشن از روی اون مدل رفتن در واقع اسپک محصول رو خوندن، این زحمت رو به خودشون دادن و این فرم پر میشه. شماره سریال رو از پشت دستگاه از زیر اون فضایی که زیر باتری وجود داره میتونید بخونید. شماره سریال رادیو کنترلش رو هم باید در واقع وارد بکنید. پهپادها رو به 3 دسته اصلی تقسیم کردن. پهپادهای در واقع کواد کوپتر یا همین درون های در واقع 4 ملخه. پهپاد بال ثابت که در واقع هواپیما تور هستن و حالا خود هلیکوپترهای تک ملخه که کوچیک هستن. اینا رو در واقع اطلاعاتش رو وارد میکنید، در نهایت دکمه ثبت رو میزنید. در نهایت که همه این فیلدها رو پر کردید و دکمه ثبت رو زدید، این قسمت پایین 4 تا فضای آپلود برای شما باز میشه که شما میبایست عکس های مربوط به درون خودتون رو که از زوایای مختلف گرفتید رو آپلود بکنید. بعد کلا میذاره شما یه دونه عکس آپلود بکنید. من نمیدونم چه جوری بعد از نمای کلی این کار رو انجام بدید. من مجموع عکس هایی که از درون گرفته بودم رو اومدم و کردمشون تو یه دونه عکس اینجوری و این عکس رو آپلود کردم براشون. و حالا باید از قسمت سریال لامبر هم عکاسی بکنید و بذارید. قسمت سریال لامبر پشت رادیو کنترل هستش، این قسمت سریال لامبر خود درون هستش که من بارگذاری کردم به صورت مجزا و برای نمای کلی این عکس رو گذاشتم. پس اون 4 تا فیلد رو پر میکنید بعد از زدن دکمه ثبت و در ثبت نهایی شما رو راهنمایی میکنه به سمت درگاه بانک. سورپرایز. یعنی تازه باید یه 400 هزار تومان هم بفولفید. اینم عکسشه که من امروز پرداخت کردم برای این درون دوستمون و میبینید که یه 400 تومان هم باید پرداخت بکنید و در نهایت اینکه ثبت تموم میشه میره توی فاز بررسی و حالا نمیدونم تا چه مدتی باید منتظر باشید تا اون پلاک برای شما به اون آدرس پستی که دادید ارسال بشه.